کد 40 60 80. چرا این کد برای پکیج جنرال داتور مدل آلمان به وجود میاد و اینکه چطور میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم؟ درود دوست من راین هستم و اینجا کانال AC اقراری. اول از همه ازت میخوام لطفا دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا اول نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید. همچنین من به طور هفتگی ویدیوهای در زمینه سیستم های سرمایشی و گرمایشی قرار میدم و چیزی که امروز میخوایم بررسی بکنیم مربوط میشه به کد 40 60 80، کد پکیج این رادیاتور مدل آلالوگ که مربوط میشه به سویچ پرشر هوا. و یک مورد دیگه ای که خیلی ها ازش اطلاع ندارن برد دستگاه. من که اول میخوام براتون در قدم یک به طور تخصصی توضیح بدم که کدوم قسمت برد آسیب میبینه تا دوستان بتونن با راحت ترین و کمترین امکانات اون رو برطرف. بریم پس برای شناسایی قطعه خراب و اینکه چطور میتونیم اون رو برطرف کنیم. خب در واقع چیزی که شما اینجا مشاهده میکنید برد این رادیاتور مدل آنالوگه که ما در این کد 40 60 80 رو مشاهده میکنیم در اثر خرابی فن یا پرشر سویچ. اما چیزی که عمدتا نشون میده مربوط میشه در واقع به بخش رله‌ها. دوستان توجه کنید، این نکته‌ای که بهتون دارم میگم نکته‌ای که بسیار بسیار راه رو با شما میگشه و اینکه مسیر رو مشخص میکنه تا چطور سریعتر بتونید ایراد رو برطرف بکنید. پس آقا اولین کاری که شما انجام میدید میرید به سراغ خط رله، اصلا درگیر لاین‌های دیگه نشید، وقت خودتون تلف نکنید. 80% مراجعینی که ما داشتیم میشه گفت که مربوط میشد به بخش رله که برطرف شد ایرادشون. حالا 20% 30% 40% مربوط میشه به بخش پرشر که میخوام در ادامه براتون توضیح بدم. پس یه در نظر داشته باشید در این قسمت برد این لاین رو شما باید بررسی بکنید که در اثر کارکردها معمولا بعد از 2 تا 3 سال این مشکل به وجود میاد و اینکه میگن برد سوخته و باید عوض بشه این داستانا یه مقدار احتمالش پایینه. خیلی مهمه که دست چه کسی هم میدید برای تعمیر. خب تیم ما تیمی که تمام سیستم های اینورتر داره تعمیر میکنه و ما تا حالا هیچ مشکلی رو ندیدیم بابت این موضوع و با اطمینان خاطر اینها رو میگیریم و به دوستان تحویل میدیم. اما اگر فردی باشه که این مهارت لازم رو نداشته باشه ممکنه در اثر یه اتصالی کوچیک بر رو آسیب بزنه و هزینه های بسیار سنگینی رو برای شما به همراه داشته باشه. پس حتما از یک متخصص راهنمایی بخواید تا این مشکل رو براتون برطرف بکنه یا اینکه شما رو به افراد درست لینک بکنه. اما در ادامه بریم ببینیم که پرشر سویچ هوا چه کاری انجام میده و اینکه این قطعه در کدوم قسمت پکیج قرار داره. خب حالا ما اومدیم سراغ قطعه پرشر هوا، پرشر سویچ هوا که ببینیم این قطعه در واقع چه عمل کردی رو در پکیج برمقام میاره و اینکه در چه قسمتی قرار داره. قطعه در این قسمت قرار داره و مشاهده میکنه از طریق 2 تا لوله به فن ارتباط پیدا کرده. حالا نمای نزدیکم براتون میارم که واضح تر باشه. خب این خود قطعه شما مشاهده میکنید 2 تا سیم داره، محس سویچ و این قسمت هم شلنگ ها به این وصل میشه که اگر این قطعه خراب بشه با توجه به این که فن داره کار میکنه عدم در واقع برقرار بودن برق فن رو میرسونه و سیستم فکر میکنه که فن تو مدار نیست و همین خاطر اتفاقی که میفته اینه که ارور میزنه و خاموش میکنه. پس خیلی قابل توجهی که این قطعه درست کار بکنه، یعنی فشار هوایی که اینجا وارد میشه فشار مثبت رو بگیره سویش بکنه تا مدار فن تو مدار بیاد. خب دوستان امیدوارم اطلاعاتی که خدمتتون ارائه شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه و بسیار براتون کارساز بوده باشه. ازت میخوام اگر از ویدیو من خوشتون اومد لطفا اون رو لایک بکنید و همچنین برای دوستانتون بفرستید تا بتونن از این اطلاعات بیشتر استفاده بکنن. ویدیو بعدی که خواهیم ساخت مربوط میشه به پرشر سویچ هوا که ببینیم به طور تخصصی چطور میتونیم اون رو تست بکنیم که آیا پرشر خرابه یا سالمه. همچنین در قسمت پایین کامنت بکنید که چه چیزی شما دوست دارید ما در اون زمینه محتوا بسازیم و اینکه چه سوالاتی براتون وجود داره. یا